gitmek masajid ona. Falaka kudretti. Ebbeyke ya Resulallah. Ayna silahukum ya Arab? Ayna atadukum ya Arab? İnne masra nebiyyukum yudafa anhu bil hicara. وضعیت بقیع نشانگر توحش و عقب ماندگی حاکمان حجاز است. این جمله یک جهانگرد مشهور سوئیسی درباره بقیع است. شاید اداره کنندگان شهر مدینه تصورشان از مخروبه نگه داشتن بقیع ایستادگی پای نظراتشان باشد، اما دیدگاه نظری پردازان دیگر کشورها درباره وضعیت بقیع نشان ناکارآمدی حاکمان عربستان است. جان لوئیس بورکارد مسافر مکه است و از نزدیک شاهد آثار تهاجم اول وهابیان به مکه بوده و مفاهیم جامعه شناختی اعراب جزیره العرب را برای نخستین بار در نوشته‌های خود راه داده است. لوئیس بورکارد از جهانگردان مشهور اروپایی است که به ادعای خودش اسلام را پذیرفت و نام خود را به شیخ ابراهیم تغییر داد. لوئیس مدت زیادی را در مدینه اقامت داشته و به همین واسطه تمامی مکانهای تاریخی مذهبی شهر از جمله بقیع را دیده و با دقت تمام از همه جزئیات آن، از جمله لباس مردم مدینه تا ابزارالات استفاده شده در ساخت مکانها، گزارش تهیه کرده است. بورکارد میگوید بقیع کثیف‌ترین مکان در مدینه است و این بسیار تعجب آور است، زیرا با توجه به ساخت شهر مدینه از سنگ‌های بزرگ و سفید خانه‌ها گرفته تا کف پوش خیابان‌ها در مقایسه با دیگر شهرها نشان می‌دهد که مدینه مهمترین شهر در مشرق زمین است. برای این جهانگرد اروپایی مایه تعجب است که در کشوری مسلمان با دیدگاه‌ها و نظراتش به مرگ هیچ یک از قبرها ساختمان مناسبی ندارد. وی در رابطه با توصیف قبرها این چنین می‌نویسد: قبور عبارتند از تپه خاکی با قطع سنگی بر روی آن که به طور نامنظم در گوشه و کنار پراکنده از خاک و حفره ها و انباشته های زباله است، در حالی که جوامع متمدن و فارغ از مذهب نیز به مردگان خود احترام گذاشته و قبرستان های منظم و زیبا دارند. بورکارد در مدینه از مسجد و روضه پیامبر، مسجد قبا، کوه احد، مسجد قبلتین و قبور بزرگان دین دیدار کرده و نوشته است: در قبرستان مدینه قبر بزرگانی چون ابراهیم پسر پیامبر، فاطمه دختر پیامبر، فاطمه بنت اسد مادر امام علی و چندی دیگر از امامان که نوه های پیامبر بودند را دیدم و برایم بسیار عجیب بود. تصور می کردم قرار است بر مزار بزرگانی همچون امام حسن نوه پیامبر با گنبد و بارگاه با عظمتی روبرو شوم، اما آنچه می دیدم فقط تلی از خاک بود که تفاوتی با بقیه قبور موجود در بقیع نداشت، در صورتی که مسیحیان حتی قبور حواریون که یاران عیسی بودند را احترام می کردند و به بهترین شکل ممکن ساخته بودند. جان لوئیس بورکارد اولین و آخرین جهانگردی نیست که در سفرش به مدینه به بقیع نیز سر می‌زند و شرایط را به شرح قلم در می‌آورد. اما او نیز مانند دیگر جهانگردان از شرایط بقیع متعجب است و آن را از چشم حاکمان عربستان می‌بیند و مخروبه نگه داشتن بقیع را بیشتر از یک عقیده نتیجه عناد و لجبازی سران وهابیت می‌داند. داوری بی‌طرفانه بورکارد به عنوان یک پژوهشگر و مؤلف غربی برای سردمداران عربستان کافی است تا در رفتار خود تجدید نظر کنند و بقیع را نه حتی از سر احترام به قبور بزرگان دین، بلکه به واسطه ی اثبات وجود نگاهی عقلانی در حکومت عربستان بازسازی کنند. آنچه مشخص است، کینه به وجود آمده از اولاد امیرالمؤمنین علیه السلام در قلب وهابیون آنچنان ریشه دوانده که تمام تصمیمات کشورداری و سیاست حاکم بر عربستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تا جایی که حاضرند حتی قدم بر منافع کشورشان بگذارند.